ایرانیان که فر کیان آرزو کنند، ایرانیان که فر کیان آرزو کنند، باید نخست کاوه خود جستجو کنند. مردانگی به دسته شمشیر بسته است، مردان همیشه تکیه خود را برو کنند. ایوان پیشکسته مرمت نمی شود، ایوان پیشکسته مرمت نمی شود، صد بار اگر به ظاهر آن رنگ رو کنند. دوشیزگان خطه ایران گشاده رو، دوشیزگان خطه ایران گشاده رو، مردان بعد به خانه خود های و هو کنند. نوح دگر بباید و نوح دگر بباید و طوفان دیگری تا لکه های ننگ شما شستشو کنند. شد پاره پرده عجم از غیرت شما، اکنون بیاورید که زنها رفو کنند، اکنون بیاورید که زنها رفو کنند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمندی که در هر گوشه از جهان به این برنامه گوش میدهند، برنامه دین و حکومت در تاریخ ایران در چارچوب در گذرگاه تاریخ می آغازند. چامه‌ای رو که در آغاز برنامه شنیدید از نیمتاج سلماسی، دختر آذرآبادگانی بود، در دختر آذرآبادگانی بود در حدود 75-80 سال پیش این چامه رو سروده که با اندک دستکاری من اون رو براتون خوندم. امروز 28مین بخش از زنجیره گفتار دین و حکومت در تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، یا آغاز رو بررسی میکنیم. امروز 24 آگست 2011 و دوم شهریور 1390 خورشیدی است. در بررسی پدیده‌ای به نام دین حکومت در تاریخ ایران از 25 سده پیش تا امروز تا دوران مشروطیت، البته ما برنامه‌مون تا امروزه، برنامه دین و حکومت در تاریخ ایران رو از 25 سده پیش تا امروز بررسی خواهیم کرد، ولی به دوران مشروطیت و بعد زمان رضا شاه و محمد رضا شاه رسیدیم که در اینجا من شایسته میدونم یک توضیحی در مورد دوران مشروطیت بدم و دنباله سخن رو بکشانم به زمان رژیم پیشی. زمانی که دوران مشروطیت یعنی انقلاب مشروطیت آغاز شد، در برخورد این انقلاب با خودکامگی که 60% اون گناه آخوندها بودند و 40%ش گناه شاهان بود از زمان صفویان به این سوی، مردم گمان کردند که جنبش مردمی باعث میشه که حدود قدرت ملاها و شاه و درباریان کمتر شه در برابر مردم، و جامعه شناسان هم این مسئله رو دستینه نهادند و تأیید کردند که یک نوید یا یک مژده است که برای دگراندیشان مذهبی که دوران زورگویی قشتیون و خشکاندیشان به پایان رسیده و دگرگونی های امیدبخشی در اجتماع پدید میاد. ببینید که با پیروزی مشروطه خواهان یک شیخ و ملای خوشگندیش رده بالا، در حقیقت یک مجتهد رده بالا به نام
شیخ فضل الله نوری در دادگاه انقلاب مشروطیت، در دادگاهی که بسیار کوتاه هم انجام شد، کمتر از 48 ساعت طول کشید، محکوم به اعدام شد و این مجتهد رو در میدان توپخانه پیشین و میدان سپه بعدی این رو به دار زدن و آب هم از آب تکون نخورد. اعدام یک مجتهد رده بالا، اون هم در مرکز کشور، که معتقد بود، یعنی شیخ فضل الله نوری معتقد بود که تساوی بین زن و مرد نه تنها خلاف اسلامه بلکه براندازنده اسلامه، فرو می اندازه اسلام رو. حتی گفته بود زناشویی میان مسلمان و غیر مسلمان به طور کلی، به طور کلی زناشویی میان مسلمان و غیر مسلمان رو ایشون گفته بود که نه تنها مخالف اسلامه بلکه براندازنده اسلامه. خب یه همچی آدمی رو در نخستین ضربه‌ای که انقلابیون خواستن بزنن به خوشگندیشان به دار زدن. و اونطور که تاریخ نویسا نوشتن، پسر او، پسر شیخ فضل الله نوری، در پای پیکر آویزان شده پدرش بردار میرخصید از شادمانی. و این باز نمودار این بود که ضربه ای رو که مشروط خواهان میخوان به ملایان بزنن ضربه کشنده است. به همین دلیل مردم آرزوی آزادی، یک پارچگی، برابری میان انسانها و کیشها و ایرانیها از هر نژاد، یعنی ایرانیها و انسانها از هر نژاد و کیشها و آیینها از هر گونه که باشه، یک تساوی و یک برابری و یک همبستگی و یک پارچگی پیدا خواهد شد. بنابراین رو به افق تازه‌ای رفتن. اما زمانی که قانون اساسی 1906 از سوی مجلس به شاه پیشنهاد شد، به مظفرالدین شاه پیشنهاد شد و البته به نام ظاهراً به نظامنامه مجلس شورای ملی بود، ولی همون قانون اساسی ایران شد، یعنی مجلس شورای ملی در دوره یکم به جای مجلس مؤسسان هم انجام وظیفه کرد. اون موقع بود وقتی که آگاهان اجتماعی دیدند که در اصل دوم قانون اساسی مشروطیت نوشته که دولت ایران مبلغ و حامی و پشتیبان دین اسلام و شیعه حقه. خوب رو این لغت دقت کنید، من چندین بار گفتم این زهری بود که آخوند درست در همون موقع ریخ در جام مشروطیت. شیعه حقه اثناعشریست. مفهوم این اصل اینیست که بجز شیعیان در داخل ایران، بقیه شهروندان ایرانی شهروند درجه دو هن. چرا؟ چون اصل دوم میگه وظیفه دولت تبلیغ و پشتیبانی از شیعه حقه اثناعشری. دومین زهری رو که ملا در کام مشروطیت چکاند این بود که اصل دیگری بر قانون اساسی اضافه شده بود که یعنی در همون ساختار اولیه قانون اساسی آمده بود که قوانینی که از مجلس میگذره و تصویب میشه نافذ نیست مگر آن که 5 مجتهد رده بالا اون رو تایید کنه. یعنی به طور کلی در بس حکومت شد حکومت دینی و دیگه سخنی دربارش گفته نمیشد، چون اون چه که بنا بود قدرت بدن به ملاها دادن. البته طرفداران شاه و دربار هم از این نمد کلاهی بردند و شاه رو مقام غیر مسئول دونستن، شاه رو فرمانده کل قوا دونستن، شاه رو امضا کننده پیمان صلح و اعلان جنگ دانستن و خلاصه معلوم نشد که چرا فرمانده
نیروی اجرایی، یعنی نیروی قوه، سه قوه داریم، مقننه، مجریه و قضاییه. در اونجا به راحتی و به روشنی قدرت رو داشتم، به قوه مجریه دادن دست شاه. خب وقتی شاه قوه مجریه اجرا کننده دستشه، چطور مقام غیر مسئوله؟ به هر روی وارد اون بحث سیاسیش نمیشیم، ولی نشون دادن که کشور و تشکیلات و قانون اساسی اون هنوز زیر فشار این دو نیروه، ملا و دربار. به گفته دیگه، برابر آمارهای غیر رسمی که تا روز منتشر شده، زرتشتیان که از دید تاریخی صاحبان راستین ایران هستند و تیره پاکی هستند، و بعد بهائیان که بدنه جدا نشدنی از ملت ایرانند، یعنی مانند مسیحیان که ارمن بودند و از ارمنستان آمدند، یا یهودیان که 2500 سال در ایران هستند و دیگه ایرانی شدن، ولی باز ممکنه بگن که خب آقا 2500 سال از فلسطین آمده بودن اینجا، ولی بهائیان که ایرانی ها بودن عقیده شون عوض کردن، و زرتشتی ها. ولی اینها هم همه رو با یه چوب زدند، زرتشتی، مسیحی، یهودی، بهائی، بیدین، همه اینا رو کنار گذاشتن، شیعه رو گذاشتن در جای نخست. حتی سنی ها رو هم تا اونجایی که میتونستن و صداش در نمی اومد، از اقدامات خودشون، از پیشرفت شیعیان کنار گذاشته بود. حتی در انتخابات مجلس، من این مقدمه رو دارم میچینم برای اینکه روشن کنم که چه بلایی بر سر دگراندیشان مذهبی آمد، حتی با آمدن انقلاب مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت. در انتخابات نیز آمدن ملت ایران رو تکه پاره کرد، گفتن که اقلیت‌های مذهبی نمیتونن رأی بدن در کل مملکت. چرا؟ در کجای جهان شما دیدید دگراندیش مذهبی که اونا چی گفتن؟ اقلیت مذهبی مثل یهودی، مثل مسیحی، مثل زرتشتی، مثل بهایی که بعد پیدا شد، اینها رو گفتن یهودی فقط یک یا دو نماینده میتونه داشته باشه، مسیحی یه نماینده، زرتشتی یه نماینده، بقیهش دیگه مال شیعیان و مسلمان هست. یعنی نشون داده شد که دقیقا حکومت هنوز حکومت دینیه. حالا بلایی که این داستان بعدها بر سر ملت ایران آورد که تا امروز هم دنبال میشه، از همین جا کبریتش زده شد. در دو هفته پیش در بررسی حکومت دینی از 1500 سال پیش تا کنون به دوران محمد رضا شاه و رضا شاه نگاهی کردیم و دیدیم، یکی دو نمونه گفتیم، دیدیم چگونه یک پزشک نیکوکار رو در کاشان با چندین ضربه چاقو کشتن، اون هم به چه بهانه‌ای؟ به بهانه‌ای که آقا پاشو بیا ما مریض داریم، و این مرد نیکوکار به هوای درمان یک نفر، اینا خیلی نامردی میخواد، به هوای درمان یک نفر این را آوردند و بعد با چاقو تکه پارش کردند. و بعد دادگاه هم از ترس آخوندها تبرئه شد، کاری که برای خلیل طهماسبی کردن، کاری که برای کسروی کردن، کاری که برای رزمارا کردن، یعنی همون خلیل طهماسبی، برای حشیر کردن. یعنی قشنگ آخوندها نشون دادن که حامی قاتلانی هستن که به نام دین آدم میکشن. صدها نمونه دیگر از این مورد رو ما از بعد از مشروطیت داشته ایم که اینها قتل‌های وحشیانه‌ای بود که انجام شد و اکثریت اون رو هم هممیهنان و دگراندیشان بهایی ما تحمل کردند و به قول معروف فشارش رو و بهاش رو دادن، بهای این وحشیگری ها رو بهایی ها بیشتر از همه دادن. خلاصه
بعدم گفتیم که چگونه در سال 1334 یک آخوند بدنام درجه دو شاید جنجالی به پا کرد که سرتیپا و سرلشکرهای ارتشی باید که کارشون باید حراست امنیت ملت باشه، از اموال مردم نگهبانی کنن، از جان مردم نگهبانی کنن، از خانه و کاشانه و حریم مردم دفاع کنن. همین ارتشی ها بیل و کلنگ به دست گرفتن و ساختمان مرکزی گروه ایرانی دگراندیش بهایی رو ویران کردن. حالا به دنباله تاریخ نگاه میکنیم ببینیم از بعد از این ویرانی چه مسائلی پیش اومد. بعد از ویران کردن مرکز اداری بهاییان، این ساختمون رو دست دولت موند. تازه پی بردن که با این عمل ناهنجار و این رفتار غیر قابل پذیرش جهانی چه کار باید بکنن، برای اینکه ناگهان این واکنش این کار در جهان پدیدار اومد و سازمان‌های گوناگون باهایی در سراسر جهان آمدند و سیل نامه‌هایی بود که به دربار و برای محمد رضا شاه فرستاده می‌شد. اول تصمیم گرفتند که، یعنی دولتیان تصمیم گرفتند که این رو از باهایی‌ها بخرن، اصلا مرکز رو از باهایی‌ها بخرن و بعدش خب مالکش میشن هر کاری خواستن. ولی بهائیان و مخالفان بهائیان، یعنی از هر دو سو، با این تصمیم مخالفت شد. چرا؟ اول بهائیان حاضر نشدن بفروشن، گفتن ما نفروشیم، ملکمونه و هیچ کس نمیتونه به زور از ما بگیره، و ساختمان رو نفروختن. دولت هیچ ماده و تبصره و قانون و اصلی نداشت که به موجب آن بیاد این ساختمان رو به زور به نام خریدار بگیره و نتوانستند که اونها رو مجبور کنند به فروش حضرت القدس. دومین مخالف خود آخوندها و ملاها بودند، برای اینکه میگفتند اگر بیاید دولت و این ساختمان رو از بهائیان بخره، به کیش و به فرقه و به قول خودشون فرقه و به آیین بهایی شخصیت حقوقی داده، چون معامله کرده باهاش دیگه، بنابراین به عنوان یک شخصیت حقوقی شناخته میشن و ملاها که به هیچ اصل و پایه و منطق و قانونی پیرو نیستن و هر کاری خودشون دلشون بخواد بکنن، نذاشتن این کار بشه. برای اینکه اگر این کار، یعنی البته اونها مخالفت کردن، ولی اگر این کار میشد شخصیت حقوقی داده میشد به اینا. به هر روی ملاها به دولت تکلیف کردن یا پیشنهاد کردن که اینجا رو مسجد بکنن. حقوقدانان دستگاه دولتی گفتن آقا جون، شما اینجا رو به زور میخواین مردم بگیرید، میگید مسجدش کنیم، بنابراین مسئله خانه غصبی و زمین غصبی نماز ندارد رو چیکارش میکنیم؟ بنابراین این مسئله در اینجا متوقف شد. این بود که گفتن اصلا یک سره ویرانش میکنی. در اینجا بود که تیمساران باتمان قلیچ، تیمور بختیار، تنی چند از درجه داران و افسران فرماندار نظامی و 6-7 تا عمله زیر نظر و به دستور محمد تقی فلسفی، یه آخوند جلنبر، دست به کار ویران کردن اون شد. در اینجا من نوشته ای از هفته نامه مجله ترقی رو که همون فردای اون روز چاپ شده براتون میخونم. در مجله ترقی نوشته شده جمعیت خیلی زیادی اطراف حضرت القدس را احاطه کرده بودن. اصلا هم چیزی نبود. عکس هایی که انداخته بودن بیش از 10-15 نفر اونجا نبود و نشون میده که این خبر هم به دستور سازمان فرمانداری نظامی و دولت داده بود که بگن مردم شلوغ داشتن میکردن و ما اومدیم ناگزیر شدیم خراب کنیم.
جمعیت زیادی اطراف حضیرت القدس را احاطه کرده بودند و چون اجازه ورود به اشخاص متفرقه داده نمی‌شد، همه از سر و کول هم بالا می‌رفتند و می‌خواستند بفهمند که در داخل این ساختمان چه می‌گذرد. دروغ بزرگ. اقلن شما اینو می‌نویسید، اون عکس رو چاپ نکنید که تو عکس نشون بده جمعاً عمله و درجه دار و افسر و امیر و آخون همه‌شون رو هم دیگه 15-16 نفر نبودن. اون چاپ نکنید لااقل که آبروتون بره. ولی موضوع نیست که همیشه آدمای دروغگو کم حافظه میشن. حالا همینجا هم به خبر باز توجه بکن. خبر می‌نویسه تعدادی عمله، تعدادی نمیگه گروه گروه، تعدادی عمله با پتک و کلنگ سرگرم خراب کردن پایه‌های اطراف گنبد بودند. ساختمان بسیار محکم بود که با این ضربه ها ویران نمی‌شد و میله های آهنی فراوان در آن به کار رفته بود و محتاج دستگاه جوش اکسیژن شده. من هنوز عین خبر هفته نامه ترقی رو دارم میخونم. بنابراین برای تسریع در خراب کردن عمارت از صنف مهندسی ارتش و جرثقیل های بزرگی که مهندسی ارتش فرستاده بود، فرستاد یعنی دو سه روز بعدش فرستاد، استفاده کرد. حالا این میگه از اولش قلقله بود و مردم از سر کوله هم بالا میرن و به اجازه ورود داده نمیشد و این همه فشار جمعیت بود، هیچ کس اجازه ورود نمیدادن که بره اون تو. یهو خبرنگار گویا یادش میره این مسئله، یا خبرنگار زیرکانه خواسته بگه این خبر فرمایشیه. میگه در این هنگام چند نفر از اهالی، کدوم اهالی؟ اهالی کجا؟ چند نفر از اهالی که پرچم سبز در دست داشتند وارد شدند. اه چطور به اینا اجازه ورود دادی؟ پرچم سبز دستشون بود. بالای خبر که نوشته جمعیت زیادی از سر کوله هم بالا می رفتند و اجازه ورود به اشخاص داده نشد و داده نمی شد. حالا اینجا نوشته در این مقام چند نفر از اهالی اومدن و اجازه ورود گرفتند با اجازه سرکار سرهنگ حریری که فرماندهی سربازان را در آن محوطه بر عهده داشت. پرچم سبز را بر بالای سر حضیرت القدس نصب کردند. روی پرچم نوشته بود ید الله فوق ایدیهم. عجب، چون پرچم دستشون بود اینا نشد. حالا یه بررسی رو این خبر میکنیم، تفسیر میکنیم این خبر رو، بازش میکنیم، ببینیم این خبر چه چیزی رو به ما میرسونه. این نوشته که در تاریخ 4 خرداد 1324 در مجله بازم میگم ترقی منتشر شد، این نکات رو در بر داره. عکس ها نشون میده که جز 10-15 نفر درجه دار و افسر ارتشی و 7-8 عمله در آنجا کس دیگری نبود و اصلا مردمی نبودند که از سر کوله هم بالا برن. دو، به روشنی نوشته شده که اجازه ورود به اشخاص متفرقه داده نشده بود و نمیشد، داده نمیشد. آخه فرماندار نظامی است، فرماندار نظامی که نباید شوخی سرش بشه. تیمسار بختیاری که به کوچکترین واکنشی هفتیر میکشه و ترقی میزنه میکشه مردمو، همونطور که واحدی رو زد کش چون بنا بود اون موقع دیگه بکشن. و فرماندار نظامی هم چه آدمی بود؟ بنابراین وقتی میگفتن کسی وارد نشه باید وارد نمیشد دیگه. 3-4 خط پایین تر از اون نوشته جناب سرهنگ حریری اجازه دادند چند نفر که پرچم سبز داشتن وارد محوطه شن. چرا؟ اینها از کجا اومده بودن؟ چه کسی اونها رو فرستاده بود؟ چه مقامی اونها رو فرستاده بود که جناب سرهنگ تسلیم شد؟ افسر فرماندار نظامی تسلیم شد و اجازه داد که اینها بیان تو؟ آیا جز این بود که یکی دوتا از اون ملاهایی که در هر کار دخالت میکنن و حتی میتونن دادگاه رو اونطور بگردونند که
قاتل اقرار کننده رو تبرئه کنه؟ آیا جز این بود که همین کسانی بودند که خلیل طهماسبی رو تونستن از زندان از بله به مجلس رأی بده که خلیل طهماسبی از زندان بیاد بیرون و شاه امضا کنه؟ آیا همین مردم نبودند که قاتلان کسروی رو آزاد کردن، قاتل حجیر رو از مجازات رهانیدن؟ خب این قدرتی که این دستار به سران داشتن، چگونه یک حکومت قانون میتونست در ایران پایه بگیره؟ بیان روز روشن بدون اجازه دادگاه، بدون اجازه یک مقام رسمی، یک مقام قانونی، یک ساختمونی رو ویران کنن. سه، تصمیم به ویرانی ساختمان بدون پروانه صاحبان آن در رژیمی که معتقد به حکومت قانونه اونچنان قطعی و مسلم بود که برای تسریع در ویرانی از اداره مهندسی ارتش و جر اسخالهای نیرومند آن یاری گرفته شد. اصلا صاحبان اونجا چیکاره بودن؟ هیچی. اومدن ساختمان رو بر زیر رو کنن، میبینن که بتونه، بتون مسلحه، لوله های فولادی داره، میله های فولادی هستش، باید با جوشوشه بفرستیم مهندسی ارتش بیاد، جر سقیل بیاره، جوش اکسیژن بیاره. آقا چرا؟ کو حکمتون؟ کدوم حکم قانونی رو شما دارید؟ کجا قانون اجرا میشه؟ اینی که من همیشه گفتم حکومت دینی مساوی است با حکومت بی قانون. همین پلیدی که الان در ایران میبینید، رئیس جمهور به مأمون بعد میگه مداح لاابالی دیوانه بی سواد، میگه من رئیس دفتر رئیس جمهور هر کی بکشه پولش دیهشو من میدم. این کشور قانون داره؟ هیچ که بهش چی نمیگه. حالا که دیگه خیلی گندش در آمده دارن میگن که بله میتونید شکایت کنید، ولی هم کسی جرات داره شکایت کنه؟ این همه آدم کشتن عوامل آخوندها، کدومشون مجازات کردن؟ بر آیا این حکومت در سال 1334 حکومت قانونی بود؟ آیا حکومت فرمان روایی قانون بود یا حکومت فرمان روایی ملا؟ باری بعد از ویرانی گنبد حضرت القدس، مدت این ساختمون بدون سقف بود. خب زمان میگذشت و پاییز تهران میرسید، بارندگی میشد، برف میومد و ساختمان اصلا از بین میره و دیگه اونجا با اون واکنش عجیبی که از سراسر جهان، مراکز بهائیان در سراسر جهان شروع کردن به فرستادن تلگراف و اونطور که مورخان درباره اون تاریخ اون روز نوشتن، سیل صدها و صدها و صدها تلگراف به دربار سرازیر شد که آقا این کار غیرقانونی چیست که کردیم؟ اونم به حرف یک ملا در بالای منبر که از تلویزیون و رادیو هم پخش میشد، از رادیو پخش میشد، تو تلویزیون اون موقع نبود. به هر روی دولت ناگزیر شد، این ساختمون مونده بود رو دستش. اگه بسازه هزینه شو باید دولت بده، چون صاحبان اصلش که کاری نمیکنن، میگن بدین دست ما، ما انجام میدیم. و نمیخواستن این کار، هنوز نمیخواستن این کار، هنوز از آخوند میترسیدن. در نتیجه یک شیروانی حلبی که من خودم بارها از اونجا رد میشدم، با چشمم دیدم، یه شیروانی حلبی به جای اون گنبدی که ویران کردن گذاشتن تا ریخته شدن برف و باران به درون ساختمان موقوف بشه و از ویرانی کف و اتاقهای زیر و پله ها و اینها پیشگیری بشه. خب حالا که شیروانی زدن باید از اینجا استفاده کنن. هنوز که از به گفته معروف از خر شیطون پایین نیادن که ساختمون در اختیار دولته. دفتر فرمانداری نظامی تهران رو منتقل کردن به
داخل حضرت القدس، بازم بدون اجازه صاحبانش. حالا شما فکر کنید واکنشش در دنیا چی میشه؟ کدوم دادگاه حکم داده که اینجا رو بگیرید؟ فرماندار نظامی تهران که ایجاد کننده نگهبان نظم و حریم اشخاص هست، بلند شه بره اون تو بشینه اصلا دفتر فرماندار نظامی شو. و تیمور بختیار رفت اون تو ساکن شد بی اون که پروانه از صاحبان اصلیش گرفته شد. اینجا این داد میزنه که حکومت حکومت زور بوده. بعد اومدن دیگر مراکز باهائیان رو در جاهای دیگه هم تصرف کردن، در شهرستان های دیگه. در اینجا بود که جامعه جهانی باهائیان دستور داد که تلگراف های اعتراض‌آمیز نوشته شه و هم به مجلس فرستاده شد، هم به دولت فرستاده شد، هم به دربار فرستاده شد و هزاران تلگراف از نقاط مختلف جهان به طرف ایران، این سه سازمان، شاه، دولت و مجلس فرستاده شد و اقدامات دولت ایران رو مخالف حقوق انسانی و منشور ملل متحد دانستن. من پیش از این که بگم آگهی ها پخشه، یک توضیح باز بدم. من هرگز نه بهاییم نه بابی، حتی در بسیاری از چیزها ممکنه مخالف باشم، اما به گفته ولتر باز هم این سخن رو میگم که میگه من با رأی تو مخالفم ولی جانم را میدهم که تو حرفت را بزنی. چرا دگر اندیش دینین حق نداره حرف خودشو در ایران بزنه؟ هر انسانی مغزش مال خودشه، هر انسانی حق داره اونجوری که دلش میخواد بیاندیشه. هیچ انسانی حق نداره بگه که اینی که من فکر میکنم تو باید فکر کنی. کاری که آخوندها دارن میکنن، همه زندگی آخوندها به ویژه از زمان صفویان تا امروز بر روی این پایه گشته که اونی که من میگم تو باید بگی. و اصلا شاخه پدید آوردن به نام پیرو و مرجع تقلید. یعنی چه انسان چجوری تقلید؟ یعنی رفتار عینش چیزی که اون میگه بکن بدون فکر کردن. تقلید یعنی این. و بدبختانه بسیاری از مردم ایران گوسفند صفت بیار مرجع تقلید من آقای فلانه، مرجع تقلید خود اون نمیدونه چجوری فکر کنه. تو اومدی مرجع تقلید شدی، مقلد شدی. من مقلد آیت الله فلانم، یعنی من مغز ندارم، من هر کاری اون بکنه میکنم، من میمونم. مشکل ما اینجاست همینان. این مشکل تا حل نشه، تا مردم در اندیشیدن آزاد نباشند، به کشورهای آزاد جهان نگاه کنید، مسیحی، یهودی، کنفیسیوس، نمیدونم بیدین، هر چیزی که شما فکر میکنید، مسلمان، همه تو کشورهای آزاد جهان هستن و همه دارن زندگی میکنن. کجای گروهی پیدا میشن دستار بند میگن اینی که ما میگی بگی نه بکشینش بعدم آزادتون میکنیم؟ خب اینیست که ما پیشرفت نمیکنیم. درد ما اینجاست، درد اجتماع ما اینجاست، کسان دیگه میخوان جای ما فکر کنن. البته هیچ دگراندیش دینی نباید رفتار و روشش مخالف و مزاحم دگراندیشان دیگر باشه، برای اینکه اگر باشه همین آخوندا میشن. آقا شما ببینید آمدن به داستان خسرو و شیرین نظامی سانسور رو داشتن. یه آخوند جلنبر بی سواد که نمیدونه چه اعجازی شاعر در این هنر و این کتاب کرده. خب تا زمانی که ما اینطوریم کی میاد بیاندیشه؟ اندیشه آزاده که ملت‌ها رو پیش میبره، نه اینی که یه آدم یلاقبای بی سوادی که چهار تا کتابچه رساله نوشته بشه ولی فقیه به جای ملت فکر کنه.
فرمان روایی ولی فقیه، اصلا شر نمی کنم. روان دکتر شاپور بختیار شاد باشه که گفت آقای خمینی تو بیا بگو بینم این حکومت اسلامی چیه، جوابشو نمیداد. وقتی اومد در اندیگو وا کرد و مردم دیدن که در آن جز لعنت نبود. بله اینه. و واقعا ملت ایران در این 32 سال واپس رفته. من نمیدونم این چه دشمنی است که اون برنامه سازان بیگانه دارن با این ملت، که میبینن تا این ملت رو جلوشون رو یک کمی باز میذارن پیشرفت میکنه. استعداد پیشرفت داره این ملت، این استعداد رو فوری جلوش میبندن. یک سرزمین لیز لغزنده جلوش درست میکنن، لیز بخوره بره تای دره. من از آقای وارتان خواهش میکنم که آگهی رو پخش کنن، بعد میگردیم به دنباله سو. بینندگان عزمند، بازتاب جهانی این کار، یعنی همون در هم کوبیدن اون ساختمان و بعد نامه هایی که آمد، شاه اصولا محمد رضا شاه آدم ترسویی بود و چون خیال داشت چهره بسیار متمدنانهی در جهان نشون بده و بدین وسیله با پشتوانهی که از نفت ایران داشت میخواست یک اقداماتی رو در کشور انجام بده، از دیدگاه تکنولوژی و از دیدگاه سرمایه گذاری خارجی یک محلی باشه برای گسترش وضع کشور. با بودن این همه تلگرافی که رسید و نظراتی که خارجی ها بودن و سخنرانی هایی که در خارج شد، میدید دولتش که نمایانگر یک دولت مردمی باید باشه به یک دولت خشن تبدیل شده و ممکنش سرمایه گذاران و تکنولوژیست ها در باختر زمین پول و دانش خودشون رو در این سرزمین به کار نیندازن. خواست هر جوری شده این مسئله رو سر و سامان بده. ملاها که از این تصمیم شاه آگاه شدن، اونها نیز نه به خاطر این مسئله بلکه تو خودشون، چون ملا خودش هم خودشو قبول نداره، تو خودشون دو دستگی انجام شد. ببینیم علی دوانی در کتاب خودش در این زمینه چی می نویسه. دوانی می نویسه بعد از ناکامی مبارزه با باهایان و بازتاب ناهنجار ویران مرکز اداری باهایان، روابط آیت الله بروجردی و دربار به تدریج به سردی گرایید و از آن پس دربار و دولت کمتر به درخواست ها و دخالت های آیت الله بروجردی توجه میکردن. شاهدید قافیه رو داره میبازه، بنابراین یه خورده به خودشون. در این هنگام گروهی از روحانیون به رهبری آیت الله صدر و گروهی دیگر به رهبری آیت الله بروجردی به مقابله با یکدیگر پرداختند، که باز میگم هیچ ربطی نداشت به مسئله ویرانی حضرت القدس. اصولا آخوند خودشو نمیتونه ببینه، ولی در این حال مواظبه که این دشمنی هم که با همدیگه دارن، اگه گوشت همدیگه رو میخورن استخونشو جلو سگ نندازن، یعنی همدیگه رو داشته باشن. به هر روی داستان واپس نشینی دولت و ملاها در برابر مردم ایران و مردم جهان و واکنش جهانی از این رفتار ناپسند و پایان یافتن حکومت نظامی، که به تدریج حکومت نظامی در سال 35 برچیده شد و جایگزینی سازمان امنیت به جای اون، دفتر حکومت نظامی در حضرت القدس بسته شد و دولت یواش یواش پرداخت پس دادن ساختمان‌های مربوط به باهایان در شهرهای دیگر رو آغاز کرد. در تهران هم بعد از تعطیل فرماندار نظامی مدت‌ها این ساختمان خالی بود و جز چند سرباز در اونجا کسی دیده نمی‌شد و سرانجام در تاریخ 12 آبان 1336 برابر با 2 نوامبر 1957 بدون صدا و بدون آگهی در روزنامه‌ها، با شرط اون که این شرط عادت دارن بکنن دید.
جلساتی در اونجا برپا نشه این ساختمون رو هم به بهائیان پس دادن. خب این پرسش پیش میاد، طبق کدام ماده قانون شما اونجا رو گرفتید و طبق کدام ماده قانون پس دادید؟ چه چیزی وجود داشت که گرفتید که اون چیز از میان رفت و پسش دادید؟ این رو در کشورهای زنده، در کشورهای آزاد از دولت میپرسن. فقط تو ایرانه که هیچ کس مسئول نیست. البته بهائیان این پیشنهاد رو، یعنی پیشنهاد دولت رو، شرط دولت رو پذیرفتن و هیچ وقت هم در اونجا جلساتی تشکیل ندادن، با اینکه این دست درخواست و این شرط غیر قانونی بود، ولی با این حال این رو پذیرفتن. اما با برپا شدن حکومت جمهوری اسلامی و پیروزی فتنه خمینی دوباره این ساختمون به تصرف آخوندها در اومد. روشن نشد چرا گرفتند، روشن نشد چرا پس دادند و معلوم نیست چرا دوباره گرفتند، که حالا خود داستان جمهوری آخوندی یا به قول خودشون حکومت جمهوری اسلامی خود داستان مفصلی داره که در این زمینه بسیار بسیار جای سخن داره. اما در پایان سخن امروز ببینیم این فلسفی آخوند محمد تقی فلسفی که این جنجال رو به پا کرد و دولت تسلیم او شد و بعد تاوانش رو دولت داد در برابر جهانیان، این آدم چه جور آدمی بوده؟ من گفتم یک آخوند بدنام و هرزه و جنجالی، اصولا جنجالی. ولی برای اینکه بدونید که نظری رو که گفتم این نظر متعصبانه نبود و درست بود، بعد در اون قائله 15 خرداد اومد به نفع خمینی سر صدا کنه که اون موقع ساواک بود و داستانی برای ساخت و زنی رو فرستاد نزدش و اون زن فریبش داد و رفتن شمران و عکس انداختن اوریان از آخوند بدنام و در بازار پخش کردن، که حالا اون رو من اصلا واردش نمیشم چون به این مسائل ما مربوط نیست. اما ببینیم که اسدالله علم که زمانی هم نخست وزیر بود در قائله 15 خرداد در مورد آقای محمد تقی فلسفی چی می‌نویسه. علم در کتاب خاطرات خودش برگ 165 در این باره اینطور می‌نویسه. می‌نویسه چند شب به مجلس روزخانی رفتم. در یکی از آنها محمد تقی فلسفی روی منبر بود و سخنانی رو میگفت. این آخوند تاریخچه درازی دارد. آقای علم داره اینا رو می‌نویسه. اولا واعظ بسیار زبردستی است. ثانیاً حافظه خوبی دارد. ثالثاً لحن صدای او برای سخنرانی گیراست. اما افسد و ناس است، یعنی فاسدترین انسان است. خوبیاشو گفته؟ حسن نیست که خدادادی بوده برای بیشتر آخوندان، برای سفسطه و مغلطه و سرصدا کردن و آسمان رو بریسمان بافتن داره استعداد هستن. اما محمد تقی فلسفی افسد و ناس است. مرد به راستی پلیدی است. این همه که سنگ اسلام را به سینه می زند خود فاسق ترین آدم هاست. هم تریاک می کشد، هم عرق می خورد و هم هزار کار ناپسند دیگر می کند، ولی ظاهری بسیار آراسته دارد. حالا این آدمی که نخست وزیر میگه تریاکی و عرق خور بوده و هزار عیب دیگه داره، مردم هم میشناسنش، در بین اجتماع هم بدنامه، چطور این آدم به این پلیدی رو اون وقت اون آیت الله های بزرگ مرجع تقلید و اینها
اینو را میدن و عامل اونها میشه. یکی از اینا نمیتونه بپرسه حضرت آیت الله مگه تو نمیگی آدم پاک رو باید حمایت کرد؟ این کجاش پاک بوده؟ عرق خور که هست، تریاکی که هست، روسپی باز که هست، همه چی که هست که تو از این استفاده میکنی؟ اون وقت خودتو میگی مسلمان پیشوای شیعیان؟ به هر روی علم می نویسه که هم تریاک می کشد هم عرق می خورد ولی ظاهری بسیار آراسته دارد. وقتی که نخست وزیر بودم باز هم ایشان علمدار علما و فئودالها علیه اصلاحات ارضی شد و آنقدر جنجال را ادامه داد تا قائله 15 خرداد پیش آمد. اینجا بود که گفتم ساواک بعد از اینکه قائله را خوابوند تشکیلاتی درست کرد و زنی رو فرستاد و اینو فریبش داد و ازش عکس گرفت. آن وقت علم می نویسه من دستور دادم او را گرفتند و حبسش کردند. در زندان برای من پیغام فرستاد و از من فقط عرق و تریاک می خواست. من هم دستور دادم که برایش عرق و تریاک بفرسته. اون وقت یه دولت با اهن و طلب و با اون همه ارتشی و تاج و ستاره دار تسلیم ایشون شدن. به دنباله این تاریخ به هفته آینده میپردازیم. در پایان این وقتی که داریم یکی دو تا از سخنان بزرگان رو من براتون میخونم، شاید سه تا بیشتر نباشه، ولی هر سه هم مال علی شریعتیه. این علی شریعتی هم از اون آدم های مرموز بود ولی دانشور بود، آگاه بود، دانشمند بود، خوب سخن میگفت، خوب مینوشت و روشن نشد که چطور شد یهو رفت لندن، چطور شد ساواک به چه اجازه خروج داد و چطور شد در اونجا درگذشت. علی شریعتی میگه من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. این آقای شریعتی داره میگه من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم، زیرا آنها با عشق و علاقه میرقصند ولی پدر و مادر من از روی عادت نماز میخوانند. سخن دیگر، عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی. سخن بزرگی است. عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی. و سخن دیگر، اگر مثل گاو بزرگ باشی می دوشندد، اگر مانند استر نیرومند باشی بارت میکنن، اگر مانند اسب دونده باشی سوارت میشون. خوب دقت کنید، اگر مانند گاو بزرگ باشی میدوشندد، اگر مانند استر نیرومند باشی بارت میکنن، اگر مانند اسب دونده باشی سوارت میشون. تنها از فهمیدن تو میترسند، تنها از فهمیدن تو میترسند. بینندگان ارجمند، زمان من اندک اندک در اینجا داره رو به پایان میره و شما را به خدای بزرگ میسپارم. گویا اونطور که اتاق فرمان اشاره میکنه 2 دقیقه وقت دادم و بهتر این 2 بیتی رو براتون بخونم. میگه آری 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 زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و
خاموشی گناه ماست. با سپاس از یکایک که هم میهنان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادند و با سپاس از وارتان عزیز در اتاق فرمان، همگی رو به خدای بزرگ می سپارم. به جز شیخ و ملا که غارتگرند، بنی آدم اعضای یک پیکرند. تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.